به نام خدا و با عرض سلام حضور بینندگان عزیز و ارجمند. در طی سالهای سلطنت رژیم ستمشاهی پهلوی، حوادث و فجایع بیشماری بر سر ملت مسلمان ایران وارد می شد. حوادثی که از سوی استعمارگران و عمال داخلی آنها طراحی و مرحله اجرا در می آمد. ارتش بود حسین فردوست یکی از مهمترین عمالی بود که در سطوح بالای دربار به کار اشتغال داشت و در بدو پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر و زندانی شد. ما در چارچوب سیاست‌های استعمارگرانه در طول دوران رژیم گذشته گفتگوهایی رو داریم با وی که از شما دعوت می‌کنیم به اولین قسمت از برنامه توجه بفرمایید. آقای فردوست لطفاً به طور دقیق خودتون رو معرفی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من آرتش بود حسین فردوست، فرزند سیف الله، دارای شناسنامه 45-45 از تهران، متولد 1296. ممکنه که شما شغل پدرتون رو بفهمید؟ پدرم افسر بود است، تا درجه سروانی ارتقا پیدا کرد و بعد هم بازنشسته شد. شما در طول این دوران چه شغل‌هایی رو داشتید؟ شغل‌های بنده در ارتباط با آرتش بوده است، چه در صف و چه در ستادهای واحدهای کوچک و در قسمت‌های بازرسی نظامی، تا اینکه در سال 38 به سمت رئیس دفتر ویژه اطلاعات منصوب شدم که قبل از اون چنین سازمانی وجود نداشت. ضمن دارا بودن این شغل، پس از یک سال قائم مقام ساواک هم شدم و در سال 1350، فروردین 1350، از شغل قائم مقامی ساواک تغییر یافتم و در همون روز سمت رئیس بازرسی شاهنشاهی را به من دادند. آقای فردوست، اگر میشه نحوه آشنایی خودتون رو با محمد رضا پهلوی بیان کنید. بنده به علت علاقه ای که پدرم به شغل سربازی داشت، من هم در اون سنین کوچک خب با دیدن اون اونیفرم نظامی در خانه، اونیفرم نظامی پدرم، علاقمند شدم به اینکه وارد دبستان نظام بشم. در چه سالی؟ 1305. همون سال تحصیلی 1305 بوده است. بعد از اینکه مورد قبول واقع شدم، در همون سال اول دبستان نظام مشغول تحصیل شدم و دو سه ماه از این موضوع گذشته بود که یک روز بعد از ظهر نزدیک غروب سرلشکر
امیر موثق نخجوان که رئیس مدارس نظام بود، اهم از دبستان و دبیرستان و مدارج بالاتر مراکز آموزشی نظامی، به دبستان وارد شد که منظورش از این ورود که در شروع شاگردان که نمیتونستن متوجه بشن چه منظوری داره، بعدن فهمیدم که یک کلاس مخصوصی که رضاخان برای محمد رضا شاه درست کرده بود، ولی عهد اون زمان احتیاج به 20 شاگرد داشت که با خودش میشد 21 نفر، 3 نفر کم داشتند. این رئیس مدارس نظام نخجوان، سلشکر نخجوان که اشاره کردم، آمده بود اون 3 نفر پیدا کند. 2 نفر از اونها رو سریعا پیدا کرد به علت خانواده شون که خانواده اشراف اون زمان بودند. یکیش خوب به خاطرم هست از خانواده خوانین بختیاری بود و نفر دوم رو الان به خاطرم نمیارم، اون هم از خانواده اشراف یا افسران عالی رتبه بالاتر از سرهنگ اون زمان بود. بعد نفر سوم که میخواست انتخاب کنه، اون رئیس دبستان نظام که یک سروانی بود، سروان جوان و رشیدی بود، این در گوش سلشکر نخجوان صحبتی کرد. بعد اون سلشکر نخجوان این شاگردها رو با گذاشتن اون چوب دستی که در اختیار داشت رو شانه شون از صف خارج میکرد، چون ما در یه صفی ایستاده بودیم منظم. بعد دیدم نفر سوم که خواست انتخاب بکنه، این چوب رو روی شانه من گذاشت، منم از صف خارج شدم. بعد به رئیس دبستان، همون افسری که اشاره کردم، دستور داد صبح اینها رو بیار در کلاس مخصوص ولیعهد. این کلاس در کجا تشکیل می شود؟ این کلاس در اون زمان در دانشکده افسری یه ساختمان مجزایی بود. این ساختمان هایی که فعلا موجود هست نبود، ساختمان های خیلی کوچکتر و محدودتری بودند و یک ساختمان مجزای کوچکی وجود داشت که این کلاس در اون ساختمان و اختصاصاً برای همین کلاس تخصیص داده بودند. روز بعد صبح که ما 3 نفر آمدیم به دبستان، سایر شاگردان هم آمده بودن مثل معمول، من ره، یعنی ما 3 نفر ره همراه خودش برد به کلاس مخصوص. با وقتی وارد شدیم به
در راهروی اون کلاس مخصوص فهمیدیم که کلاس درس دایر است. چند مدتی در همون راهرو ایستاده بودیم و در این مدت کوتاه ما سه نفر اون همون رئیس دبستان معرفی به رئیس کلاس مخصوص سرهنگ محمد باقرخان، اسم فامیلش رو الان به خاطر نمیارم، سرهنگ بود، سرهنگ تمام بود، رئیس کلاس بود، رئیس کلاس مخصوص هم بود، اسمش کلاس مخصوص بود، بعد معرفی کرد به او. بعد هم با وجود این موند مدتی که ببینه تکلیف چی میشه. ساعت زنگ تفریح زدن، ولیعهد نفر اول از کلاس خارج شد، کمربندی که داشت دستش رو قلاب کمربند گذاشته بود و که کمی تکبرآمیز حرکت میکرد که ما بفهمیم اوست، ولیعهد اوست. بعد ما سه نفر پلو هم ایستاده بودیم، ما سه شاگرد پلو هم ایستاده بودیم، سنمون هم هر سه همون حدود 6 سال و حد اکثر 7 سال بیشتر نبوده. ولیعهد همسال شما بود؟ او 2 سال کوچکتر از من هست بود. یعنی چه سالی دقیقا؟ تولد 1298 و اون دو نفر نگاه کرد خوشش نیامد. دلیلش بنده نمیدونم، من نمیدونم دلیلش چی بوده، ولی به من نزدیک شد، بعد خیلی نگاه عمیقی کرد و دوستانه شروع کرد با من صحبت کردن که پدرت کیست، شغلش چیست و از این قبیل صحبت ها، که البته اون دو نفر و بقیه که در کلاس بودن مقدار زیادی نسبت به من حسادت کردند. بعد وارد زنگ تفریح تمام شد، ما سه نفر هم وارد کلاس شدیم. معلم شروع کرد به درس دادن، ولی این دائما ولیعت برمیگشت به من نگاه میکرد در این کلاس. مدتی گذشت، چند روزی که گذشت گفت که تو میخوای دوست من باشی؟ من هم در همون حدود سن خودم گفتم که البته، جمله‌ای در همون حدود سن خودم گفتم البته که خیلی خوشحال میشم دوست شما باشم. ولی خب این تأثیری در اون وضعیت نداشت. در کدوم وضعیت منظورتون هست؟ یعنی در اون زمان تغییری حاصل نشد که مثلا فرض کنیم بنده بیام، من بیام پلوی او بشینم یا او من رو دعوت بکنه به خانه خودش. همینطوری در خود کلاس این مطلب رو
بیان می کرد و اکثرم در ساعت تفریح با من صحبت می کرد. تا اینکه امتحانات خاتمه سال اول دبستان نزدیک شد. امتحان که خاتمه یافت من شاگرد اول شدم. خود ولیعت خارج از رده قرار داده بودند، از نظر اینکه خب لابد گفت بودن نمرات داده شده ارفاقی خواهد بود، این بود که خارج از رده بود. وقتی من شاید اول شدم در همون سال خاتمه اون سال، این سال دوم، کلاس ما را عوض کردن، محلش را آوردن در محوطه کاخ مرمر. اون زمان البته کاخ مرمری وجود نداشت و ساختمان های آجری بود، مال قدیم، مال دوران قاجاریه، و یه ساختمان هم نزدیک دری که میگوییم در سنگی میگفتن بهش، در سنگی کاخ، یه ساختمان اونجا در آنجا بود دیگه. بنده این من که این اطلاع ندارم، اما خب معلوم شد که رضاخان ساختمان رو پذیر، یعنی مورد قبولش واقع شده بوده که کلاس مخصوص اینجا باشه. کلاس مخصوص انتقال بدی کرد به این ساختمان از مدرسه، از دانشگاه افسری، از محوطه دانشگاه افسری اومد تو خود محوطه کاخ که رضا خانم همونجا زندگی میکرد. یک روز رضاخان وارد کلاس شد، موقعی که درس میدادند، معلم درس میداد، وارد کلاس شد. اون رئیس کلاس سرهنگ محمد باقرخان اشاره ای کرد که زیر چشمی نگاه می کردیم، اشارش به من بود. رضا خان آمد پهلوی من ایستاد. البته من در اون سن به خود می لرزیدم. خب از نظر اون وضعیت و اون شن سبزی که داشت و قیافه و اینها که علاقه داشتم زودتر رد بشه از پلوی من، ولی توقف کرد، گفت که تو از امروز، از همین امروز بعد از خاتمه کلاس می روی به ساختمان ولیعت، اونجا هستی و با هم درس حاضر می کنید تا موقعی که ولیعت بخوابد، و این کار روزانه همه روزه تو خواهد بود، روزهای جمعه هم و تعطیل هم باید بیایی پلوی ولیعت باشی. من در اون موقع متوجه نشدم، ولی خب پیش خودم فکر کردم که شاید در ارتباط با شاگرد اول شدن من باشد، چون تأکید رضاخان روی درس حاضر کردن بود.
که بعدها متوجه شدم که همین بوده است. من هم بعد از ظهر خاتمه این کلاس دنبال ولیعت رفتم به ساختمان خودش و در اونجا یک پرستاری داشت به نام خانم ارفع که مسئولیت تام و تمام خانه ولیعت داشت و هیچ فردی بدون اجازه او، بدون اجازه این خانم ارفع، حق دخالت نداشت. این خانم با سرلشکر ارفع نسبتی داشتند؟ این شخص خود این خانم ارفع فرانسوی بود و با یکی از فامیل های خانواده ارفع ازدواج کرده بوده و در اون زمان یا شوهرش فوت کرده بوده یا طلاق گرفته بوده، اونجا متوجه نبودم، نشدم. به همین مناسبت اسم خانواده شوهرش روش بود، طلاقش نداده بوده، مسلم شد که مسلم، حالا مسلم میشه برای من که طلاقش نداده بوده. این خانم همسر سرلشکر ارفع نبودن؟ نه خیر. اون همسر سرلشکر ارفع انگلیسی است، این فرانسوی الاصل بود، اصلا فرانسوی الاصل. این خانم به چه مناسبت در دربار راه پیدا کرده بود؟ چون قبل از ورود من به اونجا بود، اینکه کی معرفی کرده بود و چطور شده بوده به اونجا راه پیدا کرده بوده، اون رو نتونستم، یعنی برام مقدور نبود بفهمم. در اون سنین بعدها هم دنبال موضوع نبودم، چون خاتمه پیدا کرد بعد از رفتن ولیعت به سوئیس، این پرستاری خانم ارفع خاتمه پیدا کرد. مگر محمد رضا پیش مادرش زندگی نمی کرد؟ می رفت دیدن، چون اونجا در اون زمان بیرونی و اندرونی بود، از کنیم که این نزدیک، خیلی نزدیک، شاید با فاصله 200-300 قدم از ساختمان خود ولیعت، هر وقت میخواست میتونست بره. خواهرانش اونجا بودند، ندیمه های زن رضا خان اونجا بودند و میرفت، منم همراهش همیشه میبرد همراه خودش. روزی یک دو مرتبه میرفت دیدن، اما در محل اقامتش، اونجایی که ساختمانی که زندگی میکرد، رئیس اون ساختمان و دستور دهنده این خانم ارفع بود. اینجا خانم ارفع چه وظیفه ای داشت؟ یعنی رئیس به تمام معنا، از نظر آشپزخانه، دستور غذایی، چه نوع غذاهایی تهیه کنید، مستخدمین خوب هاشون رو نگه می داشت، بد هاشون رو رد می کرد، نظارت بر رفتار و اعمال و صحبت های مستخدمین داشت، زبان فرانسه به ولیعت یاد می داد و حالا روزی یک ساعت باش کار می کرد روی زبان فرانسه و فعال مایشا بود و تنها فردی هم بود که این خانم ارفع تنها فردی بود که اصلا رضاخان قبول داشت، حتی پیشکاری
داشت ولیعت که امیر اکرم که پسر عموی رضا خانه الان هم چهار راهی به نام اکرم امیر اکرم به هر حال بود همونجا به نام او بوده خانش هم اونجا بوده و مقام دوم دربار بود یعنی بعد از وزیر دربار مقام دوم بود ولی او حق دخالت نداشت تشخیص خود رضاخان بوده است که این خانم عرفا بهتر میتونه راهنمایی کنه در تعلیم و تربیت ولیعت مؤثر واقع بشه و اشخاصی هم شخصی هم نداشت فامیلی هم نداشت که اونجا بخواد تحمیل کنه سایرین داشتند امیر اکرم مثلا داشت اشخاصی که میخواست تحمیل کنه تو زندگی ولیعت و بعد هم مجاز بود از طرف رضاخان مجاز شده بود که هر موقع و هر لحظه و هر ساعت که اختیار یعنی تصور میکرد که لازم هست میرفت رضاخان رو در ساختمان خودش میدید همین خانم عرفا و همیشه به پیشنهادات او جواب مثبت داده میشد همیشه این وضعیت خانم عرفا بود در اینجا جمله معترضه عرض بکنم این است که همون امیر اکرم که پسر عموی رضا خان بود این یه نوه‌ای داشت به نام ناصر به نام کوچی ناصر که بعداً اینها پهلوی بودن چون فامیل بود بعد تبدیل شد به پهلوان این پهلوان ها همه از فامیل خودش بودن که بعدها البته این تغییر چیز داده شد نام فامیل این نوه امیر اکرم بود این ناصر اصراری داشت که این رو بیاره در خانه ولیعت جز دوستان او باشه همین ناصر پهلوان رو امیر اکرم نوه خودش رو و بچه پسر بسیار تنبل درس نخونی بود وقتی که به محض اینکه این روز اولی که این رو تحمیل کرد آورد اون خانم عرفا رفت نزد رضا خان گفت که امیر اکرم نوه خودش رو تحمیل کرده اونجاست بلا فاصله حرکت کرد آمد این پسر اون موقع شاید بود 6 سال 5 سال 6 سالش بیشتر نبود تهدید کرد که اگر این طرف ها پیدا بشه با عصای خودم خوردت میکنم این پسر هم فرار کرد و این امیر اکرم از اون موقع دشمنی خودش نسبت به من که اصلا هیچ دفاعی از خودم نداشتم شروع کرد ولی خب منتظر فرصت هایی بود که چجور میتونه من دور کنه که بعدا اشاره‌ای به اون فرصت میکنه
نشان دهنده نفوذ این خانم حرفه بود در زندگی خصوصی شاه محمد رضا شاه و ولیعهد اون زمان، و اینکه هیچ ناراحتی از اینکه امیر اکرم با او دشمنی بکند و اینا از این چیزها باکی نداشت، به خودش راه نمیداد. این وضعیت خانم حرفه بود. بعد من هم طبق دستور رضاخان هر روز از مدرسه با هم از کلاس با هم می آمدیم. مدتی خب تفریح بود و بازو اینها، مدتی کمی بعد شروع می کنیم درس حاضر کردن و تقریبا می شد گو هفته سه بار رضاخان می رسید، بدون اطلاع وارد می شد و همیشه ما ولیعهد و من رو می دید که داریم درس حاضر می کنیم، تشویق می کرد و من به نام کوچیک خودم همیشه اسم می برد، حسین، و می گفت همین وضعیت رو ادامه بدید، وضعیت درس حاضر کردن ادامه بدید. و ضمناً با کلماتی و حرکاتی رضایت خودش از این وضع نشان میداد. در طول این مدت 6 سال که دوره دبستان بود، در یکی از تعطیلات تابستان که رفتن به که ولیعهد میفرستاد به فرح آباد که از نظر آب و هوا و فلان اینها و اینکه گرم تر از نوع دیگری بود، ولی خب باغ مصفایی داشت و بزرگ و اینها، و بعد میفرستاد اونجا. من هم پیاده میکوبیدم میرفتم اونجا، میرفتم. البته خب چون هر روز نمیتونستم برام بیام، میموندم هفته یه دفعه میرفتم برای دیدن والدینم. تا اینکه یکی از روزها که توی باغ تنها بودم، امیر اکرم نزدیک شد به من و گفت که برو خونت، دیگه هم اینجا پیدات نشه و الا سرکارت با من خواهد بود. این امیر اکرم که اشاره کردید چه کاره بودن؟ امیر اکرم پیشکار ولیعهد بود، پیشکار ولیعهد بود و مقام دوم دربار بعد از وزیر دربار داشت، چون اون زمان اونیفرم خاصی داشت دربار برای کارمندان با مقامش که به حساب وزیر دربار روی آستینش 4 خط داشت و اینکه یک رتبه پایین تر بود 3 خط داشت، 2 خطی و 1 خطی و بدون خط هم بود که اونیفرم داشتن، کارمند بودن، ولی دیگه نظافتکار و پرسنل که خدمت می کردند اونها لباس های اونیفرم داشتن، اما نه دیگه اون رنگ
اینا لباس و یونیفرم رنگی یونیفرم نظامی تنشون میکردن، اونا یونیفرم خاکستری اینا سری دار یونیفرم داشت، لباسش دربار میداد ولی رنگ دیگری بودن، یه خاکستری و فرم دیگری از نظر دوخت و اینا. من هم با این حرف که امیر اکرم گفت بدون اینکه به ولیعت صحبتی بکنم و گو خودش اشاره کرد که با ولیعت صحبت نکن برو، من هم گذاشتم رفتم و تو پیاده اومدم به منزل خودم در خیابان خانیاباد. مدتی گذشت دیدیم که یه نفر آمده که مدت خیلی کوتاهی شد، یک هفته. یه نفر از مستخدمینش آمد و آمد منزل که ولیعت میگه که چرا نمیای؟ من گفتم بهش، به ایشون بگید که یه همچین جریانی بوده و من جرأت نمی کنم بیام. مثل این که تصور می کنم با رضا خان صحبت کرده بوده راجب درباره این مسئله و بعد دستور داده رضا خان دستور داده بوده که بیاد و این ره و این شخص امیر اکرم ره مدتی به عنوان تنبه از کار برکنار کرد، از اون شغلش. این مرتبه برای تنبه بود که این کارها رو دیگه تکرار نکند. من وضعم خوب با این ترتیب مستحکمتر می شد اونجا، چون بلا دفاع که بودم اما خب پشتیبان من فی الواقع همون رضا خان بود، آن هم برای خاطر اینکه با پسرش خب میتونم از نظر درسی خیلی پیشرفت داشته باشیم و به خصوص او پیشرفت داشته باشد. دیگه این مسئله تکرار نشد، ادامه داشت این وضعیتمون. تا اینکه یه موقعی که ولیعت دارای یه موتورسیکلتی شده بود، من هم علاقه به این موتورسیکلت داشتم، این خب تقریبا تحقیقا بدون اجازه برداشتم بردم منزل که ازش استفاده بکنم، چون اجازه نمیداد که ازش استفاده بکنم. خب خیلی علاقه داشتم در اون سن. بعد متوجه شدم که فهمیده که من به علت اینکه موتورسیکلت برداشتم نمیام، توی این مدت نمیامدم. بعد یه نفر اومد دنبال من منزل که بیام. رفتم، موقع تابستان بود، تو سعدآباد، باغ سعدآباد بود. دیدم که رضا خان توی اون خیابونی که معمولا قدم میزد کمی نشست روی تن درخت و گفت کجا بودی فلان ها. گفتم که منزل بودم. گفت رفته بودی پروی ننه جونت.
گفتم که بله، خب از خانواده بودم. نه اینجا خوبه. اون مسئله موتوسیکلت و اینها هم مهم نیست، مسئله ای نیست، نگرانی نداشته باش. مثلا ممکنه برای ولیعت یک موتوسیکلت نو تهیه کنیم، این کهنه رو بدیم به تو، ازش استفاده کن. این هم یه موردی بود. اکثرا هم که تابستان توی باغ بازی میکردیم میامد برای سر ما، رضا خان میامد برای سر ما. این ادامه داشت تا نزدیک های عرض کنم که رفتن اون به سوئیس. استعدادش در درس خوندن چطور؟ استعداد در ریاضیات و در ریاضیات خیلی ضعیف بود، خیلی ضعیف بود. یعنی تحقیقا حوصله فکر کردن رو نداشت، تحقیقا. و شاید یکی از نکات خیلی مهمی بوده است در زندگی آتیش از نظر برنامه ریزی ها. این از همون زمان اهل تفکر عمیق و همه جانبه نبود، خسته می شد، سریعا خسته می شد و حرف ها رو بیشتر علاقه داشت که پیشنهادات رو بپذیره، چون قبول پیشنهاد زحمتی نداشت، البته بدون مطالعه که پیشنهاد چی هست. نمیگم هیچ مطالعه، ولی مطالعه سطحی بدون دیدن دورنما و نتیجه و آتیه. و این یکی از مسائلی است که در زندگیش خیلی مؤثر بوده، در زندگی مملکت داریش خیلی مؤثر بوده و همیشه هم این همراهش بود، این خاصیت. در زمینه تاریخ و ادبیات، مسائلی که احتیاجی به چیز، احتیاجی به تفکر نداشت و حفظ کردنی بود، خب نمرات خوبی می آورد. و حتی چه در تهران و چه در سوئیس، وقتی می خواستم بهش بگم که این مسئله ره، این مسئله ریاضی ره، به این دلیل و به این ترتیب باید حل کرد، گوش کنید که یاد بگیرید، مسائل ساده هست که میتونید حل کنید. میگفت نه، همین که نوشتی بده به من. و این از عجایب برای من، از عجایب بود، برای اینکه چطور ممکنه یک فردی ندانسته و نفهمیده یه موضوع رو قبول بکنه. و بعد این فکر نمی کرد که معلم ممکنه این رو وقت پای تخته صداش بکنه. در تهران مسئله نبود. خب می گفتن ولیعهد است و خب نمیشه باش کلنجار رفت. اما در سوئیس که دیگه این چیزها رو نمیدونستن، ولیعهد که شاگردیست، مانند شاگردی. کراراً اتفاق افتاد که معلم ریاضی میگفت ببینم چجور حل کردی، خب رو حل صحیح بهش میدونم. میگفت آره بارو پدخته، همین مسئله رو از شروع بگو، اینم از کجا شروع کردی که به اینجا رسیدی. اونجا کاملا میمون دیگه. خب میگفت کی بهت داده،
نمی گفت بس بلند می کردم من. این در چیزهای علوم طبیعی هم همین ضعف داشت. البته خب ریاضی به علت مشکلاتی که دارد که تمام ذهنی است، ولی خب مثلا فیزیک شیمیره میشه یه چیزهای رو نشان داد و دید. خب اونجا هم نمره متوسط می آورد. شما در چه سالی به سوئیس رفتین؟ سال 1310 دقیقاً. از کنی میشه این رفتنمون اینطور شد که رفتن بنده، یعنی مدت ها بود که تصمیم گرفته شده بود که ولیعت بره سوئیس. سوئیس رو انتخاب کرده بودم. وقتی برای من اون زمان یا 12 سالم بود یا 13 سال، نمیدونستم اصلا سوئیس چی هست، کجا هست و برای چی سوئیس انتخاب شده. بعدها متوجه شدم که دلیل انتخاب سوئیس بر چه اساسی بوده که ممکنه در یک صحبت بعدی عرض بکنم. به من چیزی گفته نشد و میدونستم که قرار است همون اواسط تابستان حرکت بکنه که شروع تحصیل سال تحصیلی در سوئیس باشد. به من هم ولیت هیچ مطلبی نگفت، یا شاید نمیدونست یا نگفت. یه روز که توی اتاق ولیت نشسته بودیم و با اسباب بازی هایی که اونجا بود بازی میکردیم، رضا خان وارد شد. گفت که خب قرار شده است که با ولیت بری سوئیس. من شدیداً ناراحت شدم. البته جلوی او برام قدرت بیان وجود نداشت. فقط اطاعت می شود گفتم و گفت فقط تو را هم می فرستم. همراه پسرم تو رو میفرستم. بعد از اینکه گفت پس حاضر کن خودتی، به تدریج حاضر کن و سالت حاضر کن که برای حرکت. بعد به ولیت گفتم من جدا شدن از خانوادم برای من اصلا تصورش هم ممکن نیست، چه رسد به عمل. من نمیام. بدون اینکه جوابی بدهد، البته در همون سنین هم سیاست مدار بود ولیعهد، که میرم به بابا میگم و اینها، نه مثلا صحبتی نکرد. این سیاست های خاص خودش داشت. بعد خب مشخص شد که روز بعدش گفته بوده، برای اینکه همون تو اتاق تو ساختمان بودیم رضا خان رسید. بدون اینکه تهدید بکنه، میدونست خب من در این سن ممکنه شدیداً
بترسم؟ یا عصا روی من بلند کنه یا تهدید کنه؟ اینها گفت که علت این که به ولیعت گفتی نمیخوای بری چیه؟ گفتم علتش فقط خانوادم هست، من برام جدا شدن از خانوادم اصلا مقدور نیست، ناراحت میشم. گفت میدونی من کی هستم؟ گفتم بله میدونم، البته با عناوین لازم و القاب لازم. مثلا چی؟ اون قربان، شاهنشاه ها اینطور بیانه که خب آشنا شده بودم یه سالها تو دربار. خب میدونی من کی هستم؟ گفتم بله بله قربان میدونم. میدونی هر کاری بخوام میتونم؟ گفتم بله. گفت هر شش ماه یک بار خانوادت میفرستم سوئیس. بعد من هم البته تردیدی به خودم راه ندادم که چنین کاری رو میکند. گفت حالا چی میگی؟ گفتم حالا اون وقتم که عرض کردم اطاعت میشه، حالا یه دیگه با این ترتیب خوشحالم هستم. اون که وسایل حاضر کردیم و حاضر کردم و جدا از اونها، جدا از خانواده پهلوی، پدر مادرم رو همراه خودم بردم. به کجا؟ به انزلی. بله خیلی متشکرم. خب بینندگان محترم، در اینجا اولین بخش از برنامه ما به پایان میرسه. انشالله بخش های بعدی در آینده نزدیک به سماع نظرتون خواهد رسید. من در اینجا به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم. شب خوش، خدا نگهدار.